چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو. شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خدا خدارد ابدی و جاودان است تمامی کلامت ناومی به مدت ده سال مثل یک بیگانه در مواب زندگی کرد آیا بعد از این مدت طولانی میتونست برگرده؟ ارفه و روت میخواستن که با ناومی برگرده چه کسی از این دو نفر تصمیم درستی برای برگشتن داشت؟ آیا عشقای ارفه نشوندهنده یک انگیزه درونی نیکو بود تا در بین قوم خدا زندگی کنه؟ ما در تصمیم شجاعانه روت برای ترک سرزمین و طایفه مادریش و رفتن به یک سرزمین بیگانه و زندگی در اونجا چی میگه؟ سلام ارز میکنم خدمت شما بینندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید در این برنامه ها ما تمام کتاب مقدس رو بررسی میکنیم از پیدایش تا مکاشفه به صورت روزانه از دوشنبه تا جمعه در مطالعه همون به کتاب روت رسیدیم میخوام خدمتتون یادآوری کنم کتاب روت سومین کتاب تاریخی عهد عتیق پس از کتاب های و داورانه قسمت گذشته اولین بررسی از کتاب روت بود و فهمیدیم که درباره سرگذشت یک خانواده است که بیت لحم رو ترک کردن خانواده علی ملک و نعومی به همراه فرزنداشون یعنی محلون و کلیون اونا به موآب مهاجرت کردند کشوری که مطابق تفکر خدا نبود و در شرق اردن قرار داشت علی ملک در موآب مرد و محلون و کلیون در آنجا ازدواج کردند ولی در همونجا هم مردن در این برنامه به امید خدا مطالعهمون اونو از آیه 6 تا پایان فصل یک ادامه میدیم در همین ابتدا به مهمانانمون در استودیو خوش آمد میگم دکتر محب نصیف سلام بر سلام شما. بر شما همچنین شما برادر اسحاق بر ایلیا به شما مهمانان گرامی هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم اجازه بدید آیات 6 تا 22 رو بخونم و بعد با پرسشی از برادر اسحاق آغاز کنیم پس از مدتی ناومی با خبر شد که خداوند قوم خود را با اعطای محصول خوب برکت داده است از این رو تصمیم گرفت به همراه دو عروس خود مواب را ترک کند پس آنها با هم به راه افتادند تا به یهودیه بازگردند اما در بین راه نعومی به آنها گفت به خانه خود به نزد مادرانتان بازگردید امیدوارم خداوند در عوض نیکویی که به من و به فرزندانم کردید با شما به نیکی رفتار کند دعای من این است که هر دو نفر شما بتوانید ازدواج کنید و تشکیل خانواده بدهید پس نعومی آنها را بوسید و از آنها خداحافظی کرد اما آنها گریه کنان به او گفتند نه ما همراه تو و به میان قوم تو خواهیم آمد نعومی در پاسخ گفت دخترانم شما باید بازگردید چرا میخواهید همراه من باشید؟ آیا فکر میکنید که من میتوانم دوباره صاحب پسرانی شوم که با شما ازدواج کنند؟ به خانه خود بروید چون من پیرتر از آن هستم که بتوانم دوباره ازدواج کنم حتی اگر چنین چیزی امکان می داشت و همین امشب ازدواج می کردم و صاحب دو پسر می شدم، آیا شما می توانید صبر کنید تا آنها بزرگ شوند؟ آیا این امید مانع ازدواج شما با دیگران نخواهد شد؟ نه دخترانم شما می دانید که این غیر ممکن است خداوند با من از در خشم در آمده و از این بابت برای شما بسیار متاسفم آنها باز به گریه افتادند بعد از آن عرفه مادر شوهر خود را بوسید و از او خداحافظی کرد و به خانه خود برگشت اما روت به او چسبید از این رو نامی به او گفت روت جاری تو به نزد قوم خود و خدایان خود برگشته است تو نیز همراه او برو اما روت در جواب گفت از من نخواه که تو را تر کنم اجازه بده همراه تو بیایم هر جا بروی من نیز خواهم آمد و هر جا زندگی کنی من هم در آنجا زندگی خواهم کرد قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود هر جا تو بمیری من هم خواهم مرد و همانجا جا دفن خواهم شد خداوند مرا جزا دهد اگر چیزی جز مرگ مرا از تو جدا سازد وقتی نعومی دید روت برای همراهی او مسمم است دیگر چیزی نگفت آنها به راه خود ادامه دادند تا به بیت لحم رسیدند وقتی آنان وارد شهر شدند مردم از دیدنشان به هیجان آمدند و زنان با تعجب می گفتند آیا این زن واقعا همان نعومی یعنی خوش است؟ ناومی در پاسخ گفت مرا دیگر نعومی نخوانید مرا ماره یعنی تلخی صدا کنید چون خدای قادر مطلق زندگی مرا تلخ ساخته است وقتی اینجا را ترک کردم صاحب همه چیز بودم اما خداوند مرا دست خالی به اینجا بازگردانیده است چرا مرا نعومی صدا می کنید در حالی که خداوند مرا محکوم کرده و بر من بلا آورده است به این ترتیب نعومی به همراه روت عروس موابی خود از مواب بازگشت وقتی آنها به بیت لحم رسیدند فصل برداشت جو به تازگی شروع شده بود نامی چند وقت در غربت زندگی کرد؟ ده سال ده سال برادر ساق لطفا بفرمایید که آیا ممکنه کسی پس از ده سال برگرده و چه چیزی میتونه مانع فکر برگشتن بشه؟ ایمانداران در کتاب مقدس به گوسفند تشبیه شدن و گوسفند راهو گم میکنه ولی نمیدونه چطور برگرده ولی گوسفندان شبان دارن و شبانی که بره ها رو دوست داره میدونه چطور اونا رو برگردونه کسانی هستن که روزهاست از خداوند دور شدن و خداوند هم میدونه چطور برشون گردونه بعضی هم سال هاست نامی ده سال و یعقوب هم 20 سال دوری رو تحمل کردن ولی سرانجام خدا اونا رو برگردوند و این چیزیه که نامی در پایان میگه تمام ماجرا برای اینه که من در دلم احساس کنم که گم شدم و برای خدا سخت نیست که ایمانداران گم شده مثل نامی رو دوباره برگردونه حتی اگه شخص هیچی درباره خدا ندونه بازم خدا پیداش میکنه مثل پسر گم شده که به یک سرزمین دور رفت این پسر فکر میکرد در دوری از خداوند خیریت و نان و رضایت وجود داره ولی دنیا ما رو راضی نمیکنه در واقع از هیچ لحاظ و به محض اینکه شخص احساس کنه دنیا بهش رضایت نمیده باید به طرف خدا برگرد و بگه خداوند تو منو برای خودت آفریدی من باید تو رو بشناسم باید راه بهتر دیگه ای برای رضایت و خوشی پیدا کنم و خداوند میدونه چطور ایمانداران رو برگرد مهم به. نیست چقدر دور بله دقیقاً. این با ریاکار بودن فرق داره شخصی که کتاب مقدس به عنوان خوک بهش اشاره کرده میفرماید خوکی که شسته شده است برای غلطیدن در گل باز میگردد یعنی گوسفند شاید کثیف و گمراه بشه خدا میدونه چطور برش گردونه ولی خوک به خاطر ذاتش که کثیفه با اینکه مردم اونو میشورن و مثلا با شامپو کاملا تمیزش میکنن ولی در آخر وقتی جای گل ببینه میره داخلش کتاب مقدس همینو میگه خوکی که شسته شده است برای غلطیدن در گل باز میگردد این تصویر شخصی که سعی میکنه پرهیزگار به نظر برسه ولی در حقیقت از خداوند متولد نشده و خداوند نمیشناسه ولی کسی که خدا رو میشناسه خدا میدونه چطور برش گردونه کسی که خدا رو نمیشناسه و گم شده اگه به خدا برگرده و توبه کنه و به مسیح ایمان بیاره در خداوند نصیب خواهد یافت برادر موه پیش از صحبت درباره تصمیم بازگشت نعومی و روت میخوام سوالی ازتون بپرسم سوالم اینه که چی باعث شد اونا این تصمیم رو بگیرن یا چه چیزی باعث شد نعومی تصمیم به بازگشت بگیره در واقع وقتی علی ملک مرد نعومی بر نگشت. وقتی پسرانش مردن هم بر نگشت ولی وقتی در سرزمین معاب شنید که خداوند بر قومش رحمت کرده و برکتشون داده برگشت نعومی مجذوب و شیفته محبت خدای اسرائیل شده بود و به یاد آورد که این خدا چقدر نیکوست خدا سالها نسبت به قومش نیکو بود و در کنارشون بود و حتی وقتی اونا رو تنبیه می کرد دلش براشون میسوخت. پس تفکر درباره نیکویی و رحمت خدا و بخشندگی و اطوفت خدا شخص رو تشویق می کنه که به طرف خدا برگرده نعومی تصمیمش رو گرفت به نظرتون وقتی نعومی داشت این تصمیم رو می گرفت به چی فکر می کرد؟ نعومی احساسات متفاوتی داشت روزهای گذشته رو به یاد می آورد و مشتاق خدای اسرائیل قوم خداوند و سرزمینی شده بود که در اون شیر و اصل جاری بود ولی همزمان احساس پشیمونی و حسرت برای سالهای از دست رفته را هم داشت سالهایی که ملخها خورده بودند اون نعومی که بیت لحم رو ترک کرد الان کجاست؟ وقتی برگشت گفت وقتی اینجا رو ترک کردم صاحب همه چیز بودم اما خداوند مرا دست خالی به اینجا برگردانیده است در واقع این قسمت داستان بازگشت و گریه رو نقل میکنه بازگشت و گریه و واژه بازگشت و مترادفهای های اون دوازده بار در این قسمت ذکر شده به گریه هم دو بار اشاره شده ما سه بیوه رو میبینیم و دو بار اشاره شده که با صدای بلند گریه, گریه, گریه کردن اونا در راه بازگشت خب سه نفر بودن سه زن بیوه نامی به همراه دو عروسش روت و اورفا. هر کس از دور نگاه می کرد فقط سه زن رو می که دارن به طرف بیت لحم می رن. ولی آیا دل این سه زن خواسته های یکسانی داشت؟ آیا تصمیم همشون یکسان بود؟ قطعا نه و حتی وقتی داشتن گریه می هر کدوم دلیل متفاوتی داشتن و هر کدوم به چیز متفاوتی فکر می اول از همه این کار آسونی برای روت و عرفه نبود که با نعومی برن ولی واضحه که این زنان جوان هر چند موآبی بودند ولی به شوهران خودشون و به نعومی پیر خیلی وفادار بودند خود نعومی با احساساتی صادقانه شهادت میداد که اونا چه همسران پاکدامنی بودند اونا میدونستند که دارن پیش کسانی میرن که دشمنان معاب هستن در اون زمان هیچ ارتباطی بین اسرائیل و معاب وجود نداشت با این وجود این دو دختر نشون دادن که مشتاق رفتن به اسرائیل هستن میدونستن که دیگه ازدواجی در کار نخواهد بود با اینکه هنوز جوان بودن ولی امیدی به ازدواج با یک اسرائیلی نداشتن چون هیچ کس نمیخواست با اونا ازدواج کنه این یعنی اونا تا آخر عمر بیوه میموندن امکانات مالی هم نداشتن چون نعومی همه چیزش رو از دست داده بود موندن با نعومی خیلی تصمیم دشواری بود پس هر کدوم به خاطر دلیل متفاوتی گریه می اجازه بدید از عرفه بگم عرفه گریه میکرد چون سر یک دوراهی مونده بود دوست دارم با تو بیایم دوستت دارم و بهت وصل شدم نمیخوام تو رو ترک کنم رابطه ما ارزشمنده در عین حال از تو چیزهایی درباره خدای اسرائیل شنیدم ولی حقیقت اینه که تصمیم گیری خیلی سخته من آینده ای ندارم اگر با تو بیام مثل اینه که حکم مرگ خودم رو صادر کردم ولی روت برای رفتن اصرار می کرد و تصمیم جدی گرفته بود که دوباره به بر نگرده گریه میکرد کرد و اشک توبه میریخت به خاطر گذشته گریه میکرد کرد ای کاش از خیلی وقت پیش تو را شناخته بودم در گناه زندگی می کردم و همه این سالها کافر بودم روت به خاطر گذشته تاریکش گریه می کرد هر گناهکاری که توبه می کنه به خاطر گناهانش اشک تحصف می ریزه. ولی نعومی به خاطر تنبیه شدنش گریه می کرد نعومی دید که خداوند مرا محکوم کرده و بر من بلا آورده است ایمانداری که حساس باشه دست خداوند رو حس میکنه زمانی که تنبیه میشویم نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است نعومی حتما اندوه و شکستی رو احساس میکرد که اشک میریخت بینندگان گرامی پس از استراحتی کوتاه دوباره با پرسش مهمانان برخواهیم گشتیم همراهان گرامی به بخش دوم برنامه خوش اومدید بریم تا به پرسش مهمانان پاسخ بدیم بفرمید چه کسی سوال من یک سوال دارم بله، بفرمید تصمیم داشت با مادر شوهرش به بیت لحم برگرده ولی مادر شوهرش اجازه نداد دلیل این چی بود بله گناه عرفه چی بود عرفه میخواست بره چمدونش هم برداشته بود و در راه بود ولی مادر شوهرش نذاشت به زبان ساده برادر یاد مهم نیست شما چه موانعی جلوی ایمان بذارین در واقع ایمان بر همه و همه چیز غلبه میکنه خب همین اتفاق برای روتم افتاد همون چالش هایی که روت داشت در مقابل عرفه هم بود ولی نکته بسیار برجسته در مورد روت اینه که با ایمانش بر مشکلات و چالش ها قلبه می کرد. ولی عرفه چالش های سختری داشت چه چیزهایی چالش والدین، دوستان، سرزمین و اینکه ازدواج این موارد چالش های او بودند. بله وقتی صحبت از ازدواج شد این زن جوان عکس عمل عجیبی نشون داد برادر عیاد کسی که تصمیم گرفت با نامی بره عاقبت برمیگرده تا ازدواج کنه ولی کتاب مقدس نمیگه که ازدواج کرده ولی کسی که با نامی رفت مطیع و و فهمید که شاید هرگز ازدواج همونی بود که ازدواج کرد و ازدواجش هم عالی شد پس وقتی که شخص فکر میکنه که رستگاری مال کسیه که تفکر میکنه نه رستگاری برای کسی که خداوند رو در اطاعت از خداوند با ایمانه که رستگاری به دست میاد برادر ایاد در این سه شخصیت میتونیم سه تصویر از انسان که در عهد جدید توصیف شدن رو ببینیم کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بی‌معنی هستند نامی نمایانگر یک ایماندار جسمانی که بر پایه نیاز جسمانی تصمیم میگیره چیزایی مثل خوردن از این قبیل ورود تصویری از ایماندار روحانیه که خداوند رو در اولویت قرار میده میتونم بگم نامی با برگشتنش اون دو بیوه رو به دو گروه تقسیم کرد این صلیب مسیح رو به یادمون میاره که انسانها رو به دو گروه تقسیم کرد. نامی دو زن به همراهش داشت که هر دو یک نسبت باش داشتن و شرایطشون یکسان بود. بر صلیب مسیح دو دوز رو در کنارش داشت که وضعیت یکسانی داشتند. ولی ایمان و بی ایمانی اونا را از جدا کرده بود. آیا فقط نیت های خوب کافی نیست؟ عرفه نیت کرده بود که برگرده آیا نیت خوب انسان ها کافی نیست؟ سوال خوبیه شما درباره بازگشت پسر گمشده اطلاع دارین پسری که طبق انجیل لوقا فصل 15 بر میگرده اون میگه من بر می و پیش پدر خود میروم و این همون نیت خوبه که گفتین ولی تو این داستان نکات دیگه هم هست پس برخواست و رهسپار خانه پدر شد پس نیت خوب به تنهایی کافی نیست باید تصمیم جدی برای توبه و بازگشت وجود داشته باشه توبه و بازگشت مسیر رو تغییر میدن تغییر فکر و تغییر مسیر یعنی من به گناه نگاه میکردم و به خدا پشت کرده بودم ما پشتمون رو به خدا کرده بودیم نه صورتمون رو ولی وقتی مسیر رو عوض میکنیم نگاه ما متوجه خدا میشه و به گناه و دنیا پشت میکنیم بله من ضعیفم شاید بگن توی اوضاع بدی گیر افتادم و نمیدونم چطور ازش خلاص بشم ولی مسیح شما رو آزاد میکنه فقط باید تصمیم بگیری و مشتاق بازگشت باشی خداوند شما رو برمیگردونه برادر محب آیه 16 درباره تصمیم شجانه روت میگه لطفا درباره این تصمیم برامون بگی این تصمیم دو جنبه داره توبه و ایمان این زن جوان پا جای پای ایمان ابراهیم گذاشت یعنی پدر و مادر و سرزمینش رو ترک کرد و به قومی پیوست که هرگز اونا رو نمیشناخت داشت میرفت و هیچ چیز در مقابلش روشن نبود ولی ایمان به خدا اعتماد داره و همه چیز حال و آینده رو به خدا میسپاره تصمیمی که روت گرفت شامل توبه حقیقی و بازگشت حقیقی به طرف خدای زنده و حقیقی بود روت جوانب فیض رو ندیده بود نمیدید که خدا درهای آسمان رو باز میکنه و هدایای خودش رو میفرسته و قومش رو با برکات شکف زده میکنه بلکه فقط دیده بود که خدا فرزندانش رو تعدیب میکنه دیده بود که دست سنگین خداوند بر قومش دراز شده ولی احساسی داشت و قطعا بارها از نعومی درباره خدای اسرائیل شنیده بود که خدا فقط تنبیه نمیکنه و فقط دست سنگین بر قومش نمیذاره بلکه سنگینی رو از روی قومش بر و نسبت به اونا فیاز بخشنده مهربان نیکو ملایم و شفیق هم هست شنیده بود اگرچه ندیده بود ولی باور کرد و این همون ایمانه پس تصمیم گرفت بره و توبه کنه توبه یعنی شخص مسیرش عوض کنه و فکر و رو روی کردشو تغییر بده روت این تصمیم و با گفتن هر جا بروی من نیز خواهم آمد نشون داد مهم نیست چه بهایی داشته باشه هر جا بری منم همرات میام هر جا زندگی کنی من هم در آنجا زندگی خواهم کرد با تو زندگی میکنم و میپذیرم که در هر شرایطی با تو بمونم حتی در فقر قوم تو قوم من هم خواهند بود بوتها و کافران رو ترک خواهم کرد به قومی تعلق خواهم داشت که خدا رو میپرستند خدای تو خدای من خواهد بود رود در رابطه با خدای زندگی حقیقی تصمیم درستی گرفت هر جا تو بمیری من هم خواهم مرد یعنی تا زنده هستم با تو خواهم بود عجولانه تصمیم نمیگیرم و موقتی نیست بلکه تا آخر عمرم هست هر جا تو بمیری من هم خواهم مرد و همانجا دفن خواهم شد رود خودشو تا آخر عمر به نعومی وصل کرد خداوند مرا جزا دهد اگر چیزی جز مرگ مرا از تو جدا سازد این تصمیمی بود که روت برای همراهی با نعومی گرفت و در حقیقت حکیمانه ترین تصمیم شک. بود. بینندگان گرامی استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا به پرسش مهمانان پاسخ برنامه خوش اومدید بریم و پرسش حضار رو بشنویم بفرمایید کی سوال داره در اینجا دیدیم که عرفه گریه کرد آیا این گریه کردن به معنی توبه کردنه بله عرفه اشک ریخت آیا این اشکا رو میشه گریه توبه در نظر گرفت اگر موضوع فقط اشک ریختن باشه و احساس قلبی و توجه ذهنی وجود نداشته باشه این فقط یک توبه کم ارزشه کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل هفت آیه ده میفرماید وقتی متحمل چنین رنجی میشوید و آن را اراده خدا میدانید این باعث توبه و در نتیجه نجات شما میگردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد اما در و رنج دنیوی باعث مرگ میشود دزدی که باله صلیب گفت وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش اشاره نشده که گری کرده باشه یا کسی که گفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن ولی این افراد نجات پیدا کردند زن دیگه ای هم بود که اومد نزد پاهای مسیح به گری افتاد زنی که در یک شهر گناهکار بود در لوقا هفت و هیچ حرفی نزد و اونم یک توبه بود بنابراین میدونیم که توبه کار دل هستش و فقط تاسف خوردن کافی نیست یهودای اسخریوتی از, از کاری که کرد ناراحت بود یعنی انکار مسیح و خیانت به او یهودا خیلی پشیمون شده بود ولی توبه نکرد پس توبه تغییر فکر و جهته اگر میخواین توبه واقعی رو ببینین به روت نگاه کنید وقتی به حرفای روت به نامی توجه کنیم تصویر حرفای یک ایماندار به کار رو میبینیم که به مسیح میگه به هفت موردی که شما قبلا بهش اشاره فرمودین نگاهی می‌کنیم هر جا بروی من نیز خواهم آمد انگار کسی به مسیح میگه من پا جای پای تو میذارم و به نمونه‌ای که تو برام گذاشتی عمل میکنم مورد دوم هر جا زندگی کنی من هم در آنجا زندگی خواهم کرد نمیگه هر جا ساکن بشی چون ما شهری دائمی نداری ما بیگانه هستیم و میریم انگار شما ارتباط روت رو با نامی یا ارتباط روت رو با خدای نامی بله. به همراهی یک ای ایماندار به خداوند تشبیه کرد دقیقاً درسته. ما این مراحل رو دنبال میکنیم انگار هر چی روت به نامی گفته منم به عنوان یک ایماندار یا نو ایمان یا به عنوان یک شخص توبه کار که برای اولین بار به مسیح ایمان میاره گفتم من در مسیر خداوند راه خواهم رفت هر جا زندگی کنی من هم آنجا زندگی خواهم کرد من در این دنیا مثل یک غریبه زندگی می کنم این دنیا مثل یه شبه و جای موندن نیست قوم تو قوم من خواهد بود همراه مقدسین تو خواهم بود همراه انسان های نیکو و قوم تو خدای تو خدای من خواهد بود خدایی که من قرار پرستش کنم همون خدای توست بعد میگه هر جا تو بمیری من هم خواهم مرد خیلی عالیه خواهم مرد و هم آنجا دفن خواهم شد مسیح مرد بله و ما هم با مسیح مردیم پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم انسان اول که از نسل آدم بود کارش روی صلیب مسیح تموم شده و در رومیان 66 میگه که طبیعت کهنه ما با مسیح مصلوب شده من با مسیح مصوب شدم به طوری که دیگران که زندگی میکنند من نیستم بلکه مسیح است که در من زندگی میکند در نکته هفتم یک تفاوت وجود داره روت به نامی میگه مرگ مرا از تو جدا سازد ولی در رومیان 8 میگه مرگ ما را از مسیح جدا نمیکنه بله چون چیزی هرگز نمیتونه ما را از محبت مسیح جدا کنه درسته یک در تفاوت ملموس برای بین گریه احساساتی و گریه توبه وجود داره در عرفه گریه احساساتی میبینیم اینا عشقای توبه نیستن دلیلش همینه که دوباره به طرف بوتهای خودشون برمیگرده و این همون اتفاقیه که میشه در دختران اورشلیم دید وقتی دختران اورشلیم خداوند رو دیدن که داره به طرف جلجتا و خارج از دیوارهای شهر میره شروع به شیون و زاری کردند. و البته گریه احساساتی چیز بدی نیست و احساسات لطیف گاهی زیبا و خوبه ولی خداوند از اونا چیز بیشتر و مهمتری میخواست ای دختران اورشلیم برای من اشک نریزید برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید من فقط اشکهای احساساتی شما رو نمیخوام احساسات و عواطفی که نتیجه ندارن بلکه گریه توبه و بازگشت حقیقی رو میخوام بله بله ولی دکتر محبگاهی در برخی جلسات میبینیم که گوینده، واعظ یا مبشر درباره صلیب و رویدادهای صلیب میگه و شلاق میخها و تاج خار رو به شیوه تلخی روایت میکنه و در حقیقت هر چی میگه حتی قسمت اندکی بله، از درسته. چیزی که برای مسیح رخ داد هم نیست ولی میبینیم برخی از حضار در این جلسات تحت تاثیر قرار میگیرند و یادآوری صلیب اونا رو به گریه میندازه و پس از ده دقیقه یا نیم ساعت هر کسی میره پی کار و زندگی خودش بفرمایید که وقتی من انجیل رو میشنوم یا به کلام یا کاری که مسیح برای من کرده گوش میکنم چطور باید ازش بهره ببرم چیزی که شما گفتین هم میتونم بگم عشقهای احساساتی هستن تأثیر عاطفی بر روی احساسات وقتی ما چنین موقعیت یا تصویری را تصور میکنیم تحت تاثیر قرار میگیریم ولی این صحنه ها باید باعث توبه حقیقی و تصمیمات در زندگی من بشن و من پیش صلیب بیام زانو بزنم تسلیم بشم به گناهانم اعتراف کنم و بفهمم هر اتفاقی که افتاده برای من بوده و بگم خداوندا آیا همه اینا به خاطر من بودن؟ توبه دوستت دارم خداوندا به طرف تو میام و پشیمونم به خاطر گناهان من تو همه اونا رو بر خودت هم کردی تنها گریه کافی نیست بلکه باید توبه و تغییر مسیر باشه دکتر محب در دروازه های شهر بیت لحم هم نعومی و هم رود منتظر بودن تا ببینن با ورودشون چه اتفاقی میافته. میشه لطفا درباره احساسات اونا توضیح رود تا پیش از اون به بیت لحم نرفته بود هیچی هم درباره بیت لحم و اهالی اونجا نمیدونست پس با این ایمان می اومد که ندیده ام ولی اعتماد می به خدای اسرائیلی که درباره اش شنیدم اینها قوم ارزشمند خدا هستند من به اونا خواهم پیوست و در میانشون زندگی خواهم کرد انتظارش مثبت بود هرچند قطعا و طبیعتا ترس هم داشت که من هیچ حمایت کمک خوراک پوشاک پول و چیز دیگه ای ندارم ولی به خدا ایمان دارم حتی زمانی که آینده رو نمیدونم نعومی هم داشت برمیگشت و در ذهنش خاطرات دردناک گذشته رو مرور میکرد اینکه چه چیزهایی رو از دست داد چطور با دست پر رفت به همراه خانواده چهار نفرش یک خانواده خوب ولی چه اتفاقاتی افتاد هنگام ورود به شهر همه مردم از دیدنش تعجب کردند. ده سالی میشد که نعومی رو ندیده بودن و مطمئنا اون موقع نعومی شاداب و جوان با تراوت زیبا و خوشحال بود اصلا اسمش به معنای خوشی بود ولی حالا همه اهالی شهر تعجب کرده بودن و میگفتند این نعومیه؟ و نعومی هم مثل عروس قزلها پاسخ داد مثل عروس در قزل قزلهای سلیمان که گفت به خاطر رنگ پوستم این چنین به من نگاه نکنید زیرا آفتاب مرا سوزانده خداوند مرا محکوم کرده و بر من بلا آورده است فرد ایماندار وقتی تعدیب میشه برمیگرده ولی این تعدیب ها خودشون سبب شکستگی و گریه میشن نعومی در پاسخ گفت مرا دیگر نعومی نخونید مرا ماره یعنی تلخی صدا کنید چون خدای قادر مطلق زندگی مرا تلخ ساخته است وقتی اینجا را ترک کردم صاحب همه چیز بودم چرا منو نعومی صدا میزنین اونم وقتی که خداوند منو زلیل کرد و خدای قادر مطلق روزگارم و سیاه کرده ولی نکته خوب اینه که این فصل با یک حقیقت تموم میشه کسی که برمیگرده ماره نیست بلکه نعومیه یعنی خوشی و محبوب با وجود تمام اتفاقات نعومی همچنان محبوب و عزیز خواهد بود به پایان این فصل رسیدیم خدا برکتتون بده مشتاقیم بدونیم وقتی نعومی همراه روس به بیت لحم برمیگرده چه اتفاقی میفته در برنامه آینده خواهیم فهمید شما. ممنونم عزیزانم بررسی رو در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد ما درباره بو از که قراره در این کتاب با روت دیدار کنه چی میگه معنای نام بو از چیه بو از نماد چه کسیه روت چطور مزرعه بو از رو پیدا میکنه آیا این لطف الهی بود یا از دانش خود روت سرچشمه میگرفت نقش نشانه‌ها در دونستن اراده خدا چیه؟ آیا میتونیم به نشانه‌ها متکی باشیم؟ چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه من کلام تو شفا بخشد در و و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامتی خدارد ابدی و جاودان تمامی کلامت